بازمیدتان مبارک، دوباره خوش آمدین. مهمان ما وقت نامش هم اشنویم، بیاد و خاطر آهنگ های زیبایش مفتیم، آهنگ هایی که خاطره ها را زنده می کنن. بتن شما بیشین در چوکی که ما شکری براتون بگیرم. خانم پرستو با ما هستن، با ناگفته هایشان، با آهنگ هایشان یک نسل زندگی کرد و ادامه داره. صدای جادوییشان هزارها علاقمند داره و امروز گفتیم باش که صحبت کنن، آهنگ خوزیات خواندن، درد دل خود آهنگا گفتن، اشعار گفتن. ای بار مستقیم خودشان قصه کنن. بسیار خوش آمدین به افغانستان، به قاب گفتگو بسیار خوش آمدین، به طلوع خوش آمدین. از طلوع سپاسگزار هستم، از شما، از عزیزای خود، از دختر خانما، بانوای نازنین، برادرای گل، فرزندای عزیز، قربان همتان. بین که در آغاز از خانم پرستو هم ناگفته ها را گفتیم، کل دوستا سوال دارن، بدون شک از سفر زندگی شما بفهمیم. کجا متولد شدین؟ دوران مکتب در کجا گذشت؟ در شهر زیبای کابل تولد شدیم و پدرم یکی از افسرهای نظامی افغانستان بوده. پدرم اصلا از ولایت لغمان است، از صافیای ولایت لغمان. بسیار خوب. و مادرم از قریه زیبای سنجددری شمالی کابل است. بسیار عالی، نام خدا. و مکتب خود ابتدایی خود به مستوری غوری به شوربازار کابل تمام کردیم. بسیار خوب. و لیسه عالی را به زرغونه تمام کردیم و یک سالم دارالمعلمی عالی را زبان ادبیات خواندیم، ولی متاسفانه که روزگار مساعد نبود. بسیار. و وطن درگیر جنگ شد و وطن بایش ودا نکردیم، ولی ازش بیرون شدیم. از اینکه دایید در افغانستان هستین یا بودین چه احساس دارین؟ با خدا باور کنین که بسیار احساس خوشی دارم. با همه کم وطن ها خوش باشن، بر من راحتی است. کمی یک عید بدون صدای توپ و تفنگ و جنگ و بارود باشه، یک عید باشه که هموطن ها بتانه خودشان خوش باشن. واقعا باور کنین که میگه با هر دلی که شاد شود شاد میشوم، آباد هر کی گشت من آباد میشوم، هر کی خوش باشه من بسیار بسیار جایی که بسیار زیاد آرزو داشتین ببینین و کسی که دوست داشتین ببینین کی بود؟ وقتی که افغانستان میایم، یگانه چیزی را که بسیار من ازش لذت میبرم، وقتی که با می موسیقی های شرقی پس یک جای میشم، همو تبلا و تنبور و رباب و هارمونیا و اینا را، و یکی هم صادقانه برتان میگم، یعنی خوشی مردم یک طرف است، اما شما دو نفر مرا دیوانه میکنه. بسیار دوست دارم. دو نفر دیگه هم هستن.
شما باور کنید ما آدمی هستم بسیار کم خنده میکنم، از او خاطر مرا بسیاری کسا میگن که خانم پرستو پیشانی ترش است، اوت نیستم. اما اینمی دو نفر باور میکنید از چوکی ما در خانه مفته بر دست خنده هم جا خصوصا که بازم مویارا میپوشه و که دو نقش میره این مویارا که میپوشه ای بوتای کوری بلند و این فیشنای از این مردی و نمیکنه و این گپای از این دگه مرا این دو نفر واقعا اردوشان هم تکت جسم جان خود دوست دارم. بسیار دوست دارم. بله، در 12 سالگی گفتین که شروع کردین؟ بله، من در 12 سالگی رفتم در پروگرام اطفال که ترانه بخوانم. یک دو ترانه خواندم، روسیم که ترانه میخواندم، استاد خیال آمد، استاد بزرگوارم سلام بر شاد عرض میکنم که تقریبا 40 سال است که من شاگردشان هستم، دستایشان صدای مرا میشنوند میبوسم. دست مرا گرفت گفت که بچی می طرف بیا تو ترانه نخوان. راستی من گریه کردم که من چقدر کالاگکای فیشنی پوشیدم و میکای خودت تارک تارک جور کردم که من در پروگرام اطفال میخوانم دیگه 12 ساله چقدر شوق می داشته باشه. یک پیرنک پرکی بر مادرم خریده بود. بعد از این گفت که تو نخوان در پروگرام اطفال مده کرد. گفتم مرا میکشن. گفت نی تو ترانه نخوان، بیا بیت بخوان. خب من گفتم بیت از اگر کلانترش. گفت تو بسیار صدای مقبول داری، مدام دوسیر صدای تو رو گوش میکنم. از اونجا باز خدا مغفرت کنه احمد زایر جان مدام مصاحبایم گفته. گفت که استاد چطور میشه؟ گفت خیلی شاگرد شاگردیم. باز استاد بسیار برنامه وسیع داشت بر شاگردی خود، بسیار سختگیر بود که باید این یک شاگرد داشته باشم این یک شاگرد. باز اونم بود که از اون 12 سالگی شاگرد آقای خیلاشم و در 13 سالگی اولین آهنگ خود خواندم. خب کدام آهنگ بود؟ یک آهنگ بود دیشب گل امید مرا چیدی و رفتی، چشمان ترم دیدی و خندیدی و رفتی. بسیار آهنگ معروف بود و بسیار مشهورم شد. باز اینم تو زندگی ادامه داد دیگه، موسیقی را اساس به شکل اساسی اساسات موسیقی را تقریبا باز پیش استاد یاد گرفتم، باز هم تو پیش استاد هاشم مرحوم هم شاگردی کردیم، پیش استاد سراهنگ مرحوم شاگردی کردیم، پیش استاد الطاف حسین شاگردی کردیم، پیش شریف جان غزل شاگردی کردیم. بله. پیش همه اینی کسایی که به اصطلاح معلمین اصولی موسیقی بودن. بله. پیششان زانو زدیم و از درس خانه هایشان همه قدر یاد گرفتیم که تا امروز شکر شما مردم عزیز در کنار خود دارم. زنده باشید. تشکر. خانم پرستو، از اولین آهنگتان گفتین از کجا شروع کردین؟ آهنگایتان همگی دوست دارن، همگی علاقمند شان هستن از سن سال که باشه. میخوایم از شما بدانیم که شما کدام آهنگتان دوست دارن مشخصا؟ آهنگای ما کلش مثل که هر چهار اولاد خود یک برابر دوست دارم. آهنگای خود همگی رو دوست دارم. اما آهنگ دل آدم به خاطر دوست دارم که آخرین روزی که از افغانستان سفر میکردم این آهنگ و ای جان قاسمی استاد وحید قاسمی که البته از طریق برنامه استادیش رو برش تبریک میگم، رویش میبوسم، همیشه بر من آهنگای خوب داده. و ای جان این آهنگ ما یک گروه ساخته بودیم به نام گروه سمن در رادیو که چندین گروه بود. باز ایرا و ای جان قاسمی آهنگ بر خود ترتیب کرده بود، من تا به خانه ما بودن به مکرویان که می رفتیم که کنسرت ثبت کنیم. من دیدم که وی جان قاسمی اگه آهنگ می خواند دل آدم چقدر خواهش زی آهنگ که گوش کردم تو به خدا ایرا که من دوزی نکنم ایچم کنم یا آهنگ گفتم اگه از پیش من رفت دیگه من بر باشم. آمدم رایم جان گفت برو خانه مال یک ذره نان تیار که بخوریم که باز وی جان ثبت میکنه بیا. من دیگه خوب داشت بس خانم تو گوش خدا گرفتم وی جان خانده میرم کل جای های زی آهنگ دیگه دمی کلیم جای دادم. آمدم گفتم وی جان چه آهنگت مقبول است پیش از یک شما ایره ثبت کنین، خیر است از مرم یک دفعه یادگاری ثبت کنین، من از خود در خانه میمانم با شما ثبت کنین. و وی جان بسیار گل نازنی واقعا صدای ما دوست داره احترام هم داره. گفت چون بان رایم جان کالا می خانم ما یک چیزی را که شله شدن گفت بازدگارا میلان نمیتن بان کمیر نوریا جان ثبت کنن باز ما شما هم شش تو آهنگ خواندم بر یک دفعه بدون تمرین یا این پرسان کردن یک قصه همی یه آهنگ هم یک داستانه دارم. گفت که شنیدن گفت که رایم جان حالا چی کنیم فال خیلی آهنگ دیگه خلاص شد گرفته شد یا نه گفت یا آهنگ تو خوانده شد که من اینو گوش کردم دیگه من نمیتونم که سر بازی آهنگ وای جان لطف کرد اونم مو یک دفعه فقط هم یک دفعه پیش میکروفون شیشتم در موزیک که نواختن فقط هم یک دفعه خود وای جان مثلا هم تو شوک شد و وقتا دیگه یک ذره به اصطلاح دوران بود که تو پاورم زیاد بود و دیگه آهنگ گرفتم صاحب دیگه چنان یک گریختن کردم براتون بگم رفتم داشت پس خانه که دیگه یاد است پاچه کالیا دیگه کدام آهنگ پیدا کنم خودشان بخونه. باز اینا این داستانش بود. باز وقت که همراه از آهنگ سه یک چند روز بعدش از افغانستان میبرامدم که باز وی جان صابری روی شماچ میکنم میبوسمش برادر عزیز من. باز یک مصاحبه کرده بود به مصاحبه خود باز گریه کرده بود به بشتمه که خانم پرستو یگانی یگانی دلم است که از افغانستان رفته و ای آهنگ هم یگانی دلم است و ای آهنگ برای ماجرین برای کسای بی وطن ها برای می دل آدم چقدر خواهش بشه فقط یه آهنگ آهنگ روز شد دیگه البته به نظر من نه به خواهش میکنم خواهش میکنم دیگه این داستان آهنگ دل آدم پیشتر در بین گپایتان از اولادا یاد کردین با شبانه جان
کدام آهنگ تا بالا خواندین با مادر و دختر تا بالا یک آهنگ دوگانه ندارن دلش چیه؟ جدی به خدا که داریم امیاله یک دو سه آهنگ دوگانه ثبت کردیم، اما چون شبانه جان مصروف چند آهنگای غزل بود که یک آهنگ شما فکر میکنم بر طلوع روان کرد، یک آهنگ جدید خدا اگه اشتباه نکرده باشم دیگه بخیر کمی کارای شبانه جان خلاص شوه، موزیکا بخی آماده است، فقط ثبتش مانده یک دو آهنگ اردو دوگانه داریم انشاءالله. با مرحوم مهریار صاحب چگونه آشنا شده؟ این آشنایی از کجا آغاز شد؟ این دیگه یک گپ شما با یک نظر این دیگه افشاگری افشاگری نیست، یک قصه از شما است از بله. که کوتاه برتان بگویم قبول کنین که هیچ وقت تو یک رابطه عاشقانه اول نبود، همکار بودیم در دفتر و مشاور هم دوره شما بودن دیگه در آوازخانی؟ بله در آوازخانی هم دوره ما بودن و یک جایی که وقت از مکتب فارغ شدیم و رفتیم به رادیو مامور شدیم، مامور رسمی، من بایس مامور رسمی هم در رادیو کار میکردم، رحیم جان بایس مامور رسمی کار میکرد، بسیاری از هنرمندای ما بودن کجا کار میکردن. در یک دفتر بودیم، خب ما یک عادت داریم که در یک دفتر یک خانم کار کنه، باز یک کس از من یک سوال میکنه، یک چیز میگه، طور مثال میگه پیرهنش چطور است یا دامن چطور. میریاس بسیار متوجه ما بوده که در قسمت ما اگه یک حرف است مثبت است یا منفی است، راست است یا دروغ است. باز میریار دیگه خودش از طرف خود پیشنهاد کرد، البته از طرف فامیل صورت گرفت، همون قسم بسیار دیاتی و مقبول و وطنی خواستگاری آمدن و پیش پدر مادر و باز پدرم بسیار گفت یک انتخاب خوب است و میریار انتخاب کرد. فقط اینم قدر برتان گفتم ایتانم که عشق 35 سال دوام کرد و 35 سال 4 فرزند بر ما داد و با هم عاشقانه زندگی کردیم، زندگی هنری هم عاشقانه بود، درون خانه هم عاشقانه بود. ما هیچ وقت احساس نمیکردیم یک اونا شوهر باشن و ما خانه، ما احساس میکنیم ما دو رفیق هستیم، دو هنرمند هستیم، این فکر میکردیم و از اون سبب خداوند مغفرتشان کنه، همین آشنایی ما با مهریار رویشان شاد باشه. و گفتین از اولادا شبانه جان هم بشناسیم، سه نفر دیگه اولادای ما به موسیقی هیچ راه ندارن. خب بچه ایم البته خوشتون موسیقی رفت میخوانم، علی جان و یک دخترم که بهار جان است به دبی زندگی میکنه، روسی کده، دو اولاد داره و او هیچ موسیقی را خوش نداره، اصلا گوش میکنه موسیقی را زیاد، همه هنرمندا را گوش میکنه. و دختر خوردم که نگینه جان حال 21 ساله شده وقتی که پدرش فوت کرد، او میخواد که یک وکیل شه. وکیل شه؟ میگه من میخوام یک وکیل شم و از مردم افغانستان دفاع کنم. بسیار عالی، بسیار عالی، نام خدا. از تو آلبوم ملک سعودی واقعا استقبال شد. بله زیاد استقبال. اما مردم دوست دارن تمام آهنگاش، خودمون دوست دارم، من شخصا خودمون تمام آهنگاش دوست دارم. آلبوم بعدی که سرش کار میکنین، کارهای تازه تان در موسیقی چی هست؟ آلبوم بعدی که ما کار میکنم، ما یک شش آهنگ نو ثبت کردم، البته با موزیک، به اصطلاح بین موزیک هندی و پاکستانی، برای که من هر قدر تلاش کردم که در خود درون افغانستان ثبت کنم، شما میفهمین یک ذره زمینه مشکل است. بله. و تاجیکستان هم نرفتم، تصادفی یک سفر داشتم به هندوستان، البته تو نیک تصادفی به می خاطر رفتم که یک آهنگش نایفان برتون توفه بود می آنه تو نایفان از او آنگار آوردیم یک آهنگ جدیدش هم و پنج آهنگ کار کردیم که البته این سیدی آخر خود یا آخر به معنی از یعنی کارهایی که فعلا دارم به نام سرای بیکسی نامش آمانده و این آهنگ هم که بر شما آوردیم سرای بیکسی هست. ویدیوز؟ نه خیر، آودیوز برتون آوردیم اگر خواستین اون برتون. زنده باشین. از آهنگ گفتین مهریار صاحب کدام آهنگش هست که پیشتان مانده باشه، هیچ کس تابال نشنیده باشه؟ از مهریار صاحب دیگه تو شد که وقتی کنا مریض شدن با زمین مرضی خوده با یک سال گفت من میخوایم یک کار کنم که بعد از من باشه. من گفتم از هزار دفعه چی میخوایی؟ یک سیدی غزل داره و یک دیفاودی که آوی از 12 آهنگ است، غزل است که امریکا رفت و سرش کار کرد با می که مریض بود، که تقریبا مدت دو ماه میشه که مامو مکس ماستر سی دی رو خلاص کردیم و کلیپ هم تمامش تهیه شده که انشاءالله به زودترین فرصت از طریق تلویزیون ها شما او را تماشا می‌کنید. زنده باشین. خیر بیان، تشکر. بیان که یک زمزمه از شما داشته باشیم اگر امکان داشته باشه با مو صدای در خدا شما قصده متر گیریه مکن بر دلم آتش مزن، آتش از اینا به مشوش مزن، گیریه مکن بر
دلم آتش مزن، آتش از اینا به مشوش مزن، گردش این دا ایره ایلا جورد، گردش چشمه تو پدیدار بود، عرف از این دوره کشاکش مزن، گیریه مکن گیریه مکن بر دلم آتش مزن. بسیار عالی. اما احساستان در مقابل از امون کاملا ما در ذهن ما مجسم شد. خواهش میکنم. خانم پرستو کدام حال موسیقی را دوست دارین؟ با موسیقی را خودم یه هارمونیه دارم که امروش البته ریاضت میکنم، تمرین میکنم. دیگه زیادتر پیانو را اگه صدایش رو داشتم و یکیم خود امی ستار بسیار خوشم. یعنی سیتار میگن و ستار رو بسیار دوست دارم. بسیار خوب. سرگرمی دلخواهتان چی است؟ کتاب. خواه. کتاب مثل ما خیلی کتاب خوان هستید. نه نه شما. یک بار رقم نمیخوانه. نه میخوانه اگر نخوان. کتاب عاشقش هستم. در خانه ما شما تشریف بیارین بعض هنرمندای که آمدن میبینن. شاید خانم ها علاقه داشته باشن که یک پرده بسیار مقبول داشته باشن، ظرف های مقبول داشته. من فقط آرزو دارم مرکز مرد دوست داره برم یک دن کتاب بده. و خانم پرسو وقت روشن جان سیار جان گفتین که علاقه دوستشان دارین، حتما تلویزیون هم میبینین بیشتر اوقات؟ چرا نه؟ من در صورت یک ذره مصروف زیاد هستم، اما چرا نه؟ من برنامه‌ای که بر من بسیار جالب و دوست داشتنی است گاهی می‌بینم، چرا نه؟ اما برنامه شما را خواهد. اگه اجازه تان باشه مصروفیت تان میشه بگین چی کار میکنین اونجا؟ چی کار میکنم؟ چی کار میکنم؟ دگال خود اگه فکر کنین که اگه بر شما بگویم که قدر کار کردم که دگال به اصطلاح به تقاعد رفتم. آه تقاعد. من کارهای کال فعلا میکنم. امی چلدرین افغانستان و آلمان امی بخش کار میکنم که مصروف از او هستم. البته امرای خود آلمان ها کار میکنم و امرای خود افغان ها که خانم های هستن که زیاد هستن کار میکنم و همایش سرتاسری زنان اروپا را که به حیث معاونش کار میکنم و به حیث عضو شورای عالی هنر افغانستان از طرف ریاست جمهوری وقت افغانستان که دارم البته رسمی مکتوب کار میکنم. این همی کارهایی است که به اصطلاح چی میگن که دهش مصروف است. بسیار عالی. و در آشپزی هم مصروف میشه نگان دفعه؟ دیگه ایره که خانم ها یکی از بخش کلان زندگیشون آشپزی هم هست. من خوش دارم بسیار که خودم بر اولادایم نان پخته کنم و خوش دارم خودم که همیشه در خانه بر خود پخته کنم. نان بازار هیچ دوست ندارم. قطعا واقعا قبول کنم. برعکس که در خارج کلی برگر میخوره دیگه نه من نه هیچ خوش ندارم. و شبانه جان شان آشپزی چطور است؟ شبانه جان یک میمان بسیار خوب است. همین یک آخ کشیدین فهمیدیم که طرف باشمز خانه نمیره. نه اگر ما بفهمم که مثلا نهیمی بسیار بر بچه خود بسیار نانای مزه دار پخته میکنه. باز حالا من خودم هم باز یکان صدا میکنم میگم ازم نان بر ما قبل مادر جان میگه بر خودتم چطور پخته نکردیم. نه شبانه جان بسیار با سلیقه است. من پرستو آهنگای هم آهنگای شما شنیده نیست که مردم میشنون دوست دارن. یک آهنگ شما میشنوین یا یک هنرمندی که شما میشنوین مورد پسند شما هست میخواییم بفهمیم؟ که بسیار من همیشه صدایش دوست داشته باشم. با خدا من نمیتونم که بگویم همی یک نفر من بسیار زیاد دوست دارم. حداقل از بینشان دو نفر میشه. من راستی برتان بگویم همی آهنگای آخری که کلیپ میشنم از جوینده رو بسیار دوست دارم. آهنگایش عبید جان دارم. عبید جان بسیار به دل ما آهنگایش چنگ میزنه، مخصوصا می کلیپ های آخرش. بله. گفتم کلیپ های آخرش. بله. و فتی علی رو بسیار دوست دارم صدایش. ولی فتی علی خان. ولی فتی علی خان اینقدر دوست دارم که اگر زمین صبح تا شام صدایش بشنوم راستی برتان بگویم خسته نمیشم. اینقدر دیگه تو زندگیم زیبا میشم. دیگه فرهاد جان دریا رو میشنوم صدایش و در خواندن های یکی یک ذره بسیار مست و شاد و وطنی و پیور است صدیق جان شباب است. صدیق جان بسیار عالی. خانم پرستو یک کنسرت بسیار فوق العاده ای را در طلوع داشتن که نشر شد و شما بینندهش بودین و آهنگایش میتونید در یوتیوب هم ببینین و از طریق طلوع آرمان هم نشر میشه در رادیو تلویزیون که دوستا پس خاطره زنده شه و بین که امو زمزمه که از یاد ما رفت امو داشته باشیم او یک شب بارانی که کلگی علاقمندش است و بامی زمزمه خانم پرستو
بخش ما ختم میشه. خب پیش از اینکه ما زمزمه کنم، باز از شما تشکر میکنم. تشکر و شکر که یکی خوب دارم وطنا. وقت برم وطنا عزیز خود میگم دمی 41 سال که خواندیم، بسیار یک عمر کلان بوده 41 سال. دوستتان دارم، همیشه دوستتان دارم، همیشه ای که مرا به نظر مثبت میبینید من سپاسگزار هستم، واقعا عاشقتان هستم مردم. و شما هر نوع انتقاد پیشنهاد که داشته باشید آرزو دارم که بر ما بگویید، من به سر چشمای خود بر او قبول میکنم. زنده باشید. شب پاییزی بود، باران میزد به شیشه، در گلدان دل من عشق و میکرد ریشه. او یک شب بارانی آمد به خانه من، او یک شب بارانی آمد به خانه من، پر کرد از عطر تنش فضای لانه من. او یک شب بارانی. Oh,